درود بر شما. به با خبر ایران شهر خوش آمدید. امروز مهشید 30 بهمن ماه 2582 ایرانیه و 18 از ماه فوریه 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب در چند روز گذشته نه تنها شاهد صف‌بندی بزرگ از کشورهای مختلف در منطقه دریای سرخ، اقیانوس هند، خلیج فارس و دریای عمان هستیم که از اروپا گرفته، یعنی کشورهایی که سالهای سال هیچ دخالتی در هیچ جنگی در هیچ جای دنیا نداشتن، الان کشتی و ناو شکن و زیر دریایی فرستادن به منطقه ما. به جز این بعد از مدت‌ها آمریکا و انگلستان در عملیات مشترک جنگی شرکت کردن. مثلا چنین عملیاتی که علیه حوثی‌ها الان داره انجام میشه در دریای سرخ زمان جنگ عراق رخ داد علیه صدام حسین. همینطور برای اولین بار در طول تاریخ هند برای اولین بار کشتی و ناو جنگی فرستاده به دریای سرخ و دریای عرب. خب ببینید شرایط بسیار بسیار خاص از لحاظ جنگی. از طرف دیگه یک پروپاگاندای عجیب و غریب رسانه‌ای به راه افتاده که اصلا شاخ داره این دروغایی که دارن اینا میگن. برای شروع از لبنان شروع میکنیم. ببینید هفته گذشته امیر عبداللهیان لبنان بود و اونجا از حملات حزب الله لبنان تمجید کرد به اسرائیل. خب همین امشب خبری میگه. واشنگتن پست نوشته، روزنامه چپ آمریکایی، جمهوری اسلامی ایران به حزب الله هشدار داده که از جنگ تمام عیار با اسرائیل اجتناب کنه. این در صورتیه که چند روز پیش یه سرباز اسرائیلی رو در حمله موشکی کش حزب الله در شمال اسرائیل و اسرائیل هم پاسخ داد، چند نفر از لبنانی‌ها رو کش. خب این حملات پس از سفرهای امیر عبداللهیان انجام شده. بنابراین توقف خاصی ما اینجا نمی‌بینیم. پس اگر توقفی نبوده و حملات انجام شده و الان اسرائیل و حزب الله اصلا در درگیری روزانه قرار دارن، پس داستان چه؟ برای چه خبرگزاری های چپ در آمریکا دارن چنین چیزهایی می نویسن؟ خب اینو داشته باشید اینجا. یعنی چی؟ این ادعاها با واقعیت جور در نمیاد. از طرف دیگه عراق دو روز پیش رویترز گزارش داد که فرمانده سپاه قدس قانی سفر کرده به عراق و به گروه های عراقی گفته که به آمریکایی ها حمله نکنن و هیچ اقدامی انجام ندن. این ادعا رو کیهان لندن پیگیری کرده. کیهان لندن 29 بهمن دیروز نوشته ادعای غیر واقعی رویترز توقف حملات گروه‌های نیابتی به نیروهای آمریکایی به درخواست اسماعیل قانی. خبر میگه خبرگزاری رویترز در گزارشی که یکی از نویسندگان آن پریسا حافظی است به نقل از منابع ایرانی و عراقی متعدد ادعا کرده سفر اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بغداد منجر به توقیف حملات پهبادی و راکتی به نیروهای آمریکایی توسط گروه‌های شبه نظامی شده است. در این گزارش که 18 فوریه یعنی 29 بهمن ماه منتشر شد، بر اساس همین ادعا نتیجه‌گیری شده که تهران می‌خواهد از درگیری گسترده جلوگیری کند. خب همینطور به ادعای خبرگزاری اسپوتنیک هم که همین همسو با این مطلب نوشته اشاره کرده، اما در انتها گزارش کیهان لندن میگه اما بررسی ها نشان میدهد ادعای رویترز و اسپوتنیک در مورد توقف حملات شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه های آمریکا در منطقه صحت ندارد. طی این مدت دست کم 3 مرتبه به پایگاه های آمریکا در منطقه حمله شده است. روز 16 بهمن ماه 7 عضو گروه نیروهای دموکراتیک سوریه قصد در حمله پهپادی به پایگاه های آمریکایی در دیرالزور سوریه کشته شدند. گروه مقاومت اسلامی در عراق، این هم گروهی که آمریکایی‌ها رو کشته در واقع، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. خب در ادامه نوشته همچنین پایگاه آمریکایی‌ها در روستای الخزرا در نزدیکی میدان نفتی العمر در شرق دیرالزور 27 بهمن ماه هدف حملات راکتی قرار گرفت. دو شب قبل از آن یعنی 25 بهمن ماه نیز پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه هدف موشک قرار گرفته بود. خب در مورد عراق هم دارن دروغ میگن. نه تنها این که امروز خبر رسید که دو تن از بلندپایه‌ترین فرماندهان همین نیروهای نیابتی رژیم در عراق کشته شدن. کیهان لندن نوشته وزارت کشور عراق گفته
ترور باجناق و پسر عموی هادی العامری مربوط به اختلاف بر سر یک قطعه زمین بود. خب دوباره یه دروغ دیگه. یعنی بلند پایترین مقامات تروریستی رژیم و این گروه های نیابتی در عراق به سبک مثلا جاسوسی سوپر جاسوسی با صدا خفکان کشته میشن در خیابونای عراق به خاطر سر یک قطعه زمین. یعنی این چرت و پرتا چیه؟ ببینید همش اخبار دروغ بیرون میاد. خب اینم از این. یعنی همدار لبنان دارن غربی ها دروغ می نویسن، در مورد عراق دارن دروغ می نویسن. حالا بیایم برسیم به یمن. این یمن دیگه واقعا فوق العاده جالبه. یکی از پیغمبرترین و راستگوترین رسانه‌های جهان یعنی صدای آمریکا گزارش میده. دوشنبه 30 بهمن آمریکا برای اولین بار شناور زیرآبی بدون سرنشین حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو منهدم کرد. یعنی به قدری خنده داره خبر که حد حساب نداره. صداد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام روز یکشنبه 29 بهمن با انتشار بیانیه از 5 حمله موفق علیه حوثی‌ها در مورد حکومت ایران خبر داد. طبق این بیانیه این حملات از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 8 شامگاه شنبه انجام شد و طی آن 3 موشک کروز متحرک ضد کشتی، یک شناور سطحی بدون سرنشین و همچنین یک شناور زیرآبی بدون سرنشین منهدم شدند. خب ببینید واقعا این که اصلا حوثی‌ها که چی؟ خود رژیم اسلامی یه جا در یه خبر ادعا کرده که شهباد زیردریایی ساخته، یعنی این شناورهای زیردریایی که مثل پهباد من زیر آب میره. یه ادعا کرده، یه تصویر ازش منتشر کرده، همین تصویری که میبینی. اصلا معنی چیه؟ در اخباری که در رسانه‌های مختلف، من همه رسانه‌ها رو نگاه کردم، هر جا این هستش شروع کردن از تصاویر شهبادای زیردریایی روسیه و چین و آمریکا استفاده کردن. یعنی اصلا هیچ چیه در مورد این شهباد منتشر نشده و در واقع چیه؟ اصلا رژیم چنین شهبادی نداره که خودش استفاده بکنه، چه برسه بگی بخواد به حوثی‌ها بده. تمام این خبرها صحنه‌سازیه، تمامش صحنه‌سازیه و مدام اخبار همینطور بیشتر میاد در صورت که نباید در بیاد. مثلا امروز گزارش شده یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها در بیانیه اعلام کرد خدمه یک کشتی انگلیسی به نام روبیمار در سلامت هستن و اما کشتی رو رها کردن و کشتی در حال غرق شدنه. یعنی چی؟ یعنی مدام داره به کشتی ها هنوز حمله میشه. مگه اروپا 2 روز پیش اعلام نکرد که ما الان در دریای سرخیم و اونجا در کنترل داریم؟ چند صد تا خدمه بردن با چند نیش ناور مختلف جنگی. انگلستان و آمریکا الان اونجا هستن و حضور دارن، هند هم اومده. خب داستان چیه؟ پس اگر این نیست چرا داره حمله میشه؟ ببینید تمام این خبرها رو که کنار هم میذاریم با یه چیزی مواجه میشیم، در کنار کلی دیتای دیگه از قبل، اطلاعات قبلی که به طرز عجیب و غریبی به خصوص در این هفته های گذشته شروع کردن به هم افشاگری های گسترده علیه رژیم و کاراش، هم جفسازی. یعنی الان داریم میبینیم که به طور عجیب و غریبی دارن رفتارها رو کنترل میکنن. یه اتفاق نمیفته میگن افتاده، یه اتفاق میفته میگن نیفتاده. چرا؟ چرا در مورد لبنان دارن دروغ میگن؟ چرا در مورد عراق دارن اینجوری دروغ میگن؟ چرا در مورد حوثی‌های یمن اینطوری دارن حرف میزنن؟ ببینید دو هدف کلی وجود داره در این مورد. کلا اول اینکه میخوان سعی بکنن که جو سازی رو به عراق و لبنان نکشونن، یعنی جو بر علیه اونجا درست نشه. حتی اگر حمله میشه از طرف عراق به آمریکایی‌ها، الان میخوان تمرکز روی اونجا نباشه. چرا؟ چون نمیخوان با عراق درگیر بشن و با عراقی‌ها درگیر بشن. در این حال در مورد لبنان هم همینه. حالا بیایم در مورد حوثی‌ها. در مورد حوثی‌ها ما بهترین استفاده رو میخوان ببرن از حوثی‌ها. و اون چیه؟ دو هدف وجود داره در مورد حوثی‌ها. هدف اول اینه که سلب اعتماد جهانی بشه از راه‌های ارتباطی گذشته و قدیم. یعنی چی؟ یعنی این تجارت جهانی قبلی باید از بین بره. تنها راه این که این جوسازی انجام بشه که از بین بره این که واقعا به دنیا یه جوری قبولون که اصلا یه نیروی وجود داره به نام حوثی که هلیکوپتر جنگی داره، نمیدونم موشک کروز قاره‌پیما داره، انواع شهباد و پهباد داره، یعنی اصلا یه چیز تخیلی. در صورت که با این نیروی که الان اونجا هستش، من برای شما حساب کتاب کردم، در شب اول حمله، در 30 دقیقه حمله حساب شده، آمریکا 20% از توان نظامی حوثی‌ها رو به کلی نابود کرد. معنیش چیه؟ یعنی بقیه 80% در 4 تا 20% میشه 2 ساعت میتونه نابود بشه.
خب چرا اینا واسن برابر دارن نگاه میکنن؟ اگه اینقدر مسئله حیاتی، خب بزنین تمامش بکنه. چرا تموم نمیکنن؟ به خاطر اینکه میخوان جف سازی بکنن. چجوری جف سازی بشه؟ ببینید، اعتماد باید به کلی از این راههای انتقالی قبلی از بین بره تا اعتماد به راههای جدید ایجاد بشه. یعنی برای اولین بار صدای آمریکا چند روز پیش یه مقاله نوشته در مورد کوریدور عربستان. ببینید چه تبلیغاتی. پیامد حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، اعراب و اسرائیل گذرگاه زمینی جایگزین ایجاد میکنن. این شروع همون کوریدوره. خب در صورتی که اصلا فاصله داریم قرن‌ها با این، اگر با این شرایط کنی بره. مگر اینکه این کسانی که با این اعتماد به نفس دارن چنین چیزی میگن، آمادن چیزایی که اسرائیل میخوان عملی بکنن. و الان اگر این پازل رو بذاریم کنار هم دیگه که داریم میذاریم، معلوم میشه که رو به این دارن حرکت میکنن. هدف اول در مورد حوثیا این که بی‌اعتمادی رو ایجاد بکنن، حوثیا به عمد اصلا خودشون ایجاد بکنن و آمریکایی‌ها بذارن که اونا ایجاد بکنن. برای چیه؟ برای اینکه دیگه کشتی‌ها و شرکت‌های باربری جهانی روی این کوریدوری که بود از کانال سوئز و باب المندب اینا حساب نکنن، روی اون چیز جدیدی که الان صدای آمریکاها دارن تبلیغ میکنن حساب بکنن. دقیقا همون کوریدور عربستان. و این چجوری غالب میشه به دنیا؟ ببینید، وقتی مرسک میگه که من دیگه نمیام دریای سرخ، معنیش اینه که 20-30% به قیمت آیفون و نمیدونم انواع گوشی گلکسی سامسونگ و اینا اضافه خواهد شد و گرون میشه همه چیز در غرب، گرون میشه و اونا میبینن تأثیرش رو و دنیا کلن جو ورش میداره و میگه که آقا یه نفر اینجا مقصره. و این مقصر بودن کیه؟ اون کسی که حوثی‌ها ساخته مقصره. که کیه؟ رژیم اسلامی. الان خود رسانه‌های رژیم اسلامی اگر دقت کرده باشه، اینا مدام ادعا میکنن که آقا ما شهپاد دادیم به این، اونم پهپاد دادیم به اون، میزنیم و فلان میکنیم. الان در مورد همین ادعاهایی که در دریای سرخ داره در میاد که سنتکام داره ادعا میکنه که ما شهپاد رو زدیم، چیز میزنن که اینا ادعاهای اوناست و اونا دارن ادعا میکنن. اصلا نمیگن که آقا ما دادیم به اینا و این نیرو داریم و این قدرتیم و میزنیم و فلان میکنیم. اصلا از این حرفا نمیزنن. بنابراین بخش اول این پروپاگاندا در مورد حوثی‌ها هر چی که ازش آخرش به پای رژیم نوشته میشه. این در کنار تمام فیلمسازیایی که هالیوود، تام کروز فیلم بسازا، همه اینا هستش، زمینه ذهنی جهان رو آماده میکنه برای اینکه آقا گوشی آیفون من 20% گرم شد، یه نفر مقصره، یه نفر باید تون پس بده. این چیزیه که داره روش کار میشه. اما دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم از کار حوثی‌ها همون تبلیغ کوریدور عربستان سعودی. دلیل اول در مورد رژیم بود، اینکه رژیم کلن خرابکار جهانیه، باعث گرونی شده، مشکلش رو باید از سر را برداشته بشه. تبلیغ دوم چی بود؟ که راه حل جدید جهان عربستان سعودیه و کالا دیگه باید از روی زمین رد بشه، بیاد از عربستان بره، برسه به اسرائیل و به اروپا و به همین صحبت. این دو دلیله تمام این پروپاگاندا که ایجاد شده. این دو دلیل، هر دوی این دلایل در نهایت زمینه سازی برای حمله نظامی به ایران. در نهایت حضور نظامی اینا هم که الان کلی لشکر آوردن اینجا، هنوز حوثی ها دارن با دمپای پاره موشک شلیک میکنن. اصلا باور بکنین اگر حوثی ها موشکشون تموم بشه، خود عربا آمریکایی‌ها بهشون موشک میدن که بزنن. باور بکنین اگر این نیست، چرا عربستان و کشورهای عربی که دشمن اصلی حوثی ها بودن و 10-20 سال گذشته رو حوثی ها تمام تمرکزشون رو گشودن روی حمله به فرودگاه های عربستان سعودی، چرا دیگه به عربستان سعودی حمله نمیکنن؟ یعنی عربستان هنوز دوست اسرائیله، اصلا صحبت در این میکنه که آقا ما میخوایم با اسرائیل صلح بکنیم. حوثی ها مستقیم به اسرائیل موشک شلیک میکنن، به عربستان شلیک نمیکنن. خب چطور هم چیزی ممکنه؟ برای چی؟ جالب اینجاست که حوثی ها ناخواسته خیلی چیزا لو میدن و عربا هم اینو مینویسن. مثلا 21 بهمن ما ایندیپندنت فارسی که میدونید عربستان خرج میده، مقاله منتشر کرده از یک نویسنده عرب، بدرق قحطانی، نوشته مذاکره کننده ارشد حوثی، یعنی حوثی ها گفتن دیدار ما با برادران در عربستان سعودی. الان عربستان سعودی شده برادر اینا، خیلی جالبه. برادران در عربستان سعودی به رفع موانع نقشه راه انجامید. کدوم راه مردی؟ که مگه تو پراکسی رژیم نیستی؟ مگه تو نیابتی رژیم نیستی؟ مگه تو جزء محور مقاومت نیستی؟ چه نقشه راهی؟ کدوم نقشه راه؟ ببینید تمام اینا نقش است، تمام اینا نقش است. حوثی ها قرار نقشی بازی بکنن
که رژیم اسلامی هرگز فکرشو نمیکنه و الان اینا پشت پا زن به رژیم. هرچی هم که خبر در میاد که ما از رژیم نمیدونم سلاح گرفتیم که داشت برای حوثی‌ها میفرستاد، این اصلا محموله ها و این اخبار میتونه برای 2 سال پیش باشه، هیچ کدوم از ما ندونیم. کما اینکه بسیاری از مواقع محموله هایی که رونمایی شده چه انگلیسی ها گرفتن چه آمریکایی گرفتن یعنی 10 ماه 1 سال بعدش بوده، قبلا اصلا گزارش شده همین. بنابراین همونطور که میبینید به وضوح یک پروپاگاندای بزرگ در جریانه و آماده سازی ذهن هاست که اولا رژیم اسلامی به خواست اسرائیل، یعنی عمده خواستش اسرائیله، به جز این عربان به نظر من اینو دارن میبینن که راه وجود نداره با وجود رژیم اسلامی کوریدور تو این منطقه نمیشه زن، یعنی سگ صاحبش نمیشناسه، یاغی خونه شده کل منطقه. رژیم اسلامی نباید باشه به خواست اسرائیل. دوم اینکه راه باز بشه برای کوریدور و نهایتا مشکلات اروپا و آمریکا برای نیم قرن آینده از سر راه برداشته بشه. پایدار سربلند ایران و ایرانی، جاوید شاه، تا با خبر بعدی، بدرود.